درود رفقا، آرش هارتفروشان هستم با یک جلسه دیگه آموزش گیتار به صورت رایگان 2021. بچه این جلسه کار خاصی نداری، میخوایم یه آهنگ خوشگل فقط بزنیم و بخونیم با ریتم 2-4 که بهتون یاد دادم. یه 2-3 تا آکورد هم میخوایم استفاده کنیم که نسبتا یه خورده مثلا سختش کنیم، ماجرا رو چالش داشته باشه واسهتون. اما من آکوردها رو دوباره طبق معمول براتون ساده سازی کردم، یعنی آکوردها رو کم کردم یه جوری که هارمونی آهنگ به هم نریزه و زیبایی خودش رو حفظ کنه، اما برای شما نواختنش راحت تره. به جاش ازتون انتظار دارم که اون 2-3 تا آکورد سخت رو بزنید تا دستاتون را بیفته. دمتون گرم، بریم واسه یه توضیحات در مورد آکوردها و بعدش هم اجرا. خب بچه ها نگاه کنید، یه دونه آکورد فا ماژوره میخوام حتما تمرین کنید. F بود که باره میگرفت انگشت اولمون، انگشت دوم فرت دوم سیم 3 و انگشت 3 و 4 مونن، به ترتیب سیم 5 و 4 فرت 3 و میگرفتن. بچه همه رو با هم لطفا بگیرین، همه رو با هم اینجوری نگیرین، مثلا دیدم بعضی اینجوری، این فقط برای توضیح من اینجوری گفتم، باردار یادتون باشه همه رو با هم اینجوری و بیشتر به انگشت وسط توجه کنید که این بره سر جاش، بقیه هم میرن. نگاه کنید، حتی میتونید به عنوان یه تمرین بردارین بذارین، ببینید دو رو بر نمیدارم، بقیه رو هم دارم میذارم. صاف باشه بچه ها، این دستتون هم فاصله داشته باشه. خب آکورد بعدیمون بچه ها بی بود، سی ماژور بهش میگفتیم، بی ماژور هم بهش میگن بچه ها، همون بی هم بهش میگن. نگاه کنید، اینه انگشت اولمون، فرت دوم باره میبنده که تو انگی سارانایینی هم داشتیم دلیار جلسه قبلی. انگشت دو سه چهارم رو فرت چهارم سیم 4-3 دو رو میگیره. اینم از این صدای سی ماژور، بی فا ماژور هم یه صدایی ازش بگیرم. ببین بعد تمیز صدا بده بچه ها، یه ذره این صدا بده اب نداره، درست میشه، نگران نباشین. نه هفته های اولی این آکورد اگه اینجوری صدا بده اب نداره، بعضی این اینجوری میگن، شما اینجوری نگیرین. چی دو تا سیم 5 و 6تون عملا بیکاره، چون فالش هستن. اگه اینجوری بگیرین کامل، یه ذره موچتون فشار بیارین کامل بگیرین، درست میشه صداش، نگران نباشین. و یه آکورد دیگه هم داریم، حالا به جای این بیه بچه ها، اگه این بیه دیگه خیلی برابر زیاد دیگه خیلی سخت بده، چون تو این آهنگ زیاد خواهر روش ایست داشته باشیم، اگه دیدین ایست کردن روش زیاد مچتون رو درد میگیره و اذیت میکنه، به جاش میتونیم تو این آهنگ استثنان بی سبن بگیریم. بی سبن چجوری؟ انگشت یک همون سیم 4 فرت 1 رو میگیره، انگشت 2-3-4مون یکی در میون سیم 5-3-1 رو میگیرن تو فرت دوم. پس این فرت اوله، اینا فرت دوم هست، صداش هم جوریه خوشگلم چه تو این آهنگ، من خودم اینو اصلا استفاده میکنم که شما صداشو بشنوید. بریم سراغ یه توضیح کوچیک در مورد اجراش و بعدش هم که ویدیو اجراها. خب یه سورپرایز جالب دارم این جلسه واسهتون. بچه‌ها من برای اولین بار می‌خوام یه کاری انجام بدم براتون. اینکه من می‌خوام این آهنگ رو توی دو تا گام متفاوت یاد بدم. خیلی‌ها الان می‌پرسن که آرش گام یعنی چی؟ منظورت چیه؟ بچه‌ها من یه سری آموزش گذاشتم به اسم آهنگسازی. دو بخش داره، تئوری و عملی. خب به نظر من هر دو بخشش رو ببینین، هم متوجه میشین که اصلا خط ملودی، سیکل آکوردی اینا چی، همین که یواش یواش می‌خوام توش گامو یاد بدم، تغییر گام و تونالیته رو یاد بدم. ولی همینجوری بخوام بهتون بگم بچه‌ها، دقیقاً کاری که این باره بند انجام میده رو میخوام بدون باره بند انجام بدم. یعنی بیام مثلا بگم بچه‌ها یه دونه شو توی یه گام دیگه با یه سری آکوردهای دیگه، یه دونه شو توی یه گام دیگه با یه سری آکوردهای دیگه. حالا وقتی که اجرا کنم بیشتر متوجه میشین، میخوام توی یکیش از گام لا مینور استفاده کنم، خب توی یکیش از گام می مینور استفاده کنم. برای خانما میخوام از می مینور استفاده کنم، چون جای جالبی میشه برای صداشون، راحته، اجرا میکنم، برای من سخته یکم ولی به سختی اجرا میکنم براتون. شما میتونید اگه خواستین از این بریم، مثلا خانمایی که دلشون میخواد از این بالا تر بخونن، صداهای بالایی دارن، دیگه میتونن از طریق باره بند این گام رو واسه خودشون جابجا کنن، ولی همین می مینور رو برن جلو بگیرن مثل همیشه. اما برای آقایون روی لا مینور و خود ناصر زینعلی هم روی لا مینور این آهنگ رو اجرا کرده، آهنگ ناصر هستش، ناصر عزیز روی لا مینور اجرا کرده، منتها مثلا یه دو دیز مینوره، یعنی با لا مینوری که ما باره بند ببندیم روی فرت چهارم، یعنی خودش دو دیز مینور اجرا میکنه. حالا من یاد میدم بچه ها، من آکوردها رو از لا مینور می‌نویسم، اونا که دلشون میخواد اورجینال بزنن آقایون میان باره بند می‌بندن روی فرت چهارم، همون لا مینور رو شروع می‌کنن زدن. خب اینو اجرا می‌کنن قشنگ متوجه میشه. اونایی که صداشون بیستره نمیتونن اونقدر برن بالا، میان باره بندو بی خیال میشن یا عقب‌تر میبندن باره بندشون، یعنی از ناصر زینعلی میان عقب‌تر. حالا من هم گام ناصر زینعلی اجرا میکنم، هم میام تو گام می مینور تقریبا 1.5 پرده بالاتر واسه خانم‌ها اجرا میکنم، یه ذره سخت بمه ولی اجرا میکنم.
ولی از اون بالاتر دیگه نمیتونم بیام شرمنده، بعد خودتون دیگه با باربند ببندین و بیاین بالاتر. ولی سعی میکنم حق مطلب ادا بشه که قشنگ متوجه بشین چه خبره. بهتون پیشنهاد میکنم حتما ترانه رو حفظ کنید، جای آکوردش هم حفظ کنید، بعد اجرا کنید. خیلی اون وقت خوشگل تر اجرا میکنید و مسلط‌تر و میتونید بیشتر برید سراغ آواز خوندنتون تا حواستون پرت اون کاغذ باشه. اگر هم میبینید که من روی کاغذ نگاه میکنم توی ویدیوها، به خاطر اینکه یه بخشی رو اشتباه نخونم، برای اینکه من عادت دارم بچه‌ها، من خودم چون ترانه مینویسم و آهنگ میسازم، بعضی جاها حواسم نیست، وقتی خیلی میرم تو هست یه جای ترانه رو بند دارم، یه چیزی رو جابجا میکنم، یه چیز دیگه که احساس میکنم اون شاید درست‌تر میخونم. این اتفاق برای خیلی از دوستای منم میفته و طبیعیه، برای شما هم در آینده خواهد افتاد اگه بریم به این سمت، یعنی خیلی زیاد تو موسیقی غرق بشین. برای همین شعر رو میذارم جلوم که یه وقت اشتباه نخونم، با اینکه تو جلسات دیدین اکثرا من بازم اشتباه میخونم. خب بریم سراغ اجرا کردن. اول برای آقایون اجرا میکنم. بچه ها همونجوری که بهتون گفتم میتونین اینجا اجرا کنین، یعنی از اینجا شروع کنین خوندن. بگی تو چقدر نابی، یه چیز مهم بچه ها میگه، اول دست میکشم رو لامینا، اصلا اینجوری بخونم بهتره بهتون بگم، یه دست میکشم رو لامینا، یه کوک با گیتارم میگیرم که یه وقت اشتباهی نخونم. مثلا بعضی ها دست نمیکشن رو گیتار، مثلا اشتباهی قبلا صدای آکورد شنیدم. تو چقدر نابی، فالش شد، خب میگه طرف فالش خون خارج خون اینجوری میشه، نه یه دست رو گیتارم میکشم کوک میگیرم. بعد حالا این آهنگ میخونه خواننده، یعنی خواننده جلوتره، بعد ریتم میاد تو از سر نا، تو چقدر نابی، بس که جذابی منو دیوونه میکنی، رو چه حسابی بازی میکنی با من اینجوری بیخودی. این یه مدل، این یه گام. حالا میخوام یه دونه برم جلوتر، میخوام برای آقایون چند تا گام این دفعه اجرا کنم ببینن کجا راحتن بخونن. حالا اینجا دست میشم گیتار، تو چقدر نابی، بس که جذابی منو دیوونه میکنی، اینم باحاله. میبینید یه ذره بالاتر، من یه کم بریم بالاتر نزدیکتر شیم به ناصر زین علی. اینجا تو چقدر نابی، متوجه تغییر کوک من میشین بچه ها؟ این تغییر کوک خیلی کوچولو. تو چقدر نابی، دفعه زدم بعد شروع کردم خوندن. اون چه جوریه؟ اول میزنم تو، از این ضربه بالا تو رو میگم، تو چقدر نابی، این دوباره نابه میفته سر ضربه ریتم بعدی، تو چقدر نابی، بس که جذابی منو دیوونه میکنی. این رمینو رو بچه ها پرسیده بودن چیه داستان که انگوش سومو تو نمیذاری؟ استثناء این رمینور 6 بچه‌ها، بعداً بهتون یاد میدم اینا رو تو بخش آهنگسازی که بهتون گفتم. بعضی وقتا تو بعضی آهنگا قشنگ میشه، مثل اون دلیار سارانایینی یا این آهنگ ناصر زینعلی. رمینورتون اگه دو انگشتی این دو تا رو فقط بگیرین، انگشت سه‌تون رو نذارین، خوشگل‌تر هم میشه، حتی صدای غمگین‌تری داره رمینور 6. خب این از این. میخوام دوباره یه فرت دیگه برام جلو، نیم پرده دیگه یا یک فرت. دست میشم میگیرم، تو چقدر نابی، داری نزدیک میشی به ناصر، بس که جذابی منو دیوونه میکنی. حالا بریم رو گامی که ناصر زین علی میخونه. اینجا تو چقدر نابی، بس که جذابی منو دیوونه میکنی، رو چه حسابی. این دو چهارمی که دارم میزنم یه ذره بینش مکس داره متفاوته، اینم قراره بهتون یاد بدم. اتفاقا میخوام این آهنگو با این ریتم اجرا کنم یه جاهایشو که شما عادت کنه گوشتون، شاید خیلیاتون هم ذهنی و از روحوش و خلاقیت خودتون بتونین بزنینش. بعدم بهتون جلسه آینده میخوام یاد بدم دو چهارم پیشرفته من اسمشو گذاشتم، دو چهارم باحاله. خب این از گام اورجینال ناصر زینعلی که اینجاست. خب اوجش هم میخونه، میگه دلبر ناب دلم فا ماژور، میایم به این میرسه میخونیمش. حالا خانوما دیگه باید خیلی بیان بالا، میگه اینجا بیان بالا میشه اینجا. خب اینه، تو چقدر نابی، تو چقدر نابی، اینجای صدای خانوماسا، درسته صدای من بالاست، میگم تو چقدر نابی، اما واسه خانوما یه همچین محدوده ایه، تو چقدر نابی، یعنی صدا تو سینه شونه، حواستون باشه صدا تو سینه است، توی دیافراگمتون رو نیمده تو سر، واسه آقایون میاد تو سر صدا، چون تو بخش حالا آموزش های آوازم حتما صدا سازی من ببینید بچه ها، یاد دادم که چجوری صدا منتقل میشه، انتقال صدا از دیافراگم سینه تا
میانی بعدم صدای سر. واسه آقایون اینجا صدای سره، تو چقدر نابی یا حداقل نزدیک به صدای سره. خب برای که این خیلی بالاست، این باربند خیلی میاد جلو، گیتار صدای خوبی نمیده. اینو بچه ها اینجا بهتون میگم، تو بخش آهنگسازی کاملا توضیح میدمش در آینده. این همون می مینوره، وقتی ورش دارم متوجه میشین. اول بذار یه بار دیگه بخونم ببینینش، صدامو بشنوین، نگاه کنین صدامو گوش کنین. تو چقدر نابی، تو چقدر نابی، همونه با می مینور. میخوام حالا توی ویدیوهای بعدی یه بار برای آقایون اجرا کنم، یه بار برای خانوما. بریم ببینیم. Thank you.